در جستجوی زمان از دست رفته، اثر مارسل پروست. کتاب سوم، طرف گرمانت دو. راوی محمد حسنپور. قسمت دوم. خورشید فرو می نشست. دیوار بی‌پایانی را شعله بر می کرد که کالسکه باید پشت سر می گذاشت تا به خیابان ما برسد. دیواری که آفتاب شامگاهی سایه اسب و کالسکه را سیاه بر زمینه سرخگون، بر سینه‌اش چون نقش عرابه نعش‌کشی بر سفالینه از پومپئی رقم می زد. سرانجام رسیدیم. بیمار را پایین پله‌ها در سرسرا نشاندم و رفتم تا مادرم را خبر کنم. گفتم که مادر بزرگم به خانه برگشته و کمی ناخوش است. گفتم که در خیابان حالش به هم خورد. با همون اولین کلماتم سیمای مادرم حالتی در اوج سرگشتگی به خود گرفت که با این همه در همان زمان هم چنان رضامندانه بود که فهمیدم از سالها پیش آن را برای روزی نامعلوم و نهایی آماده نگه می داشته است. از من چیزی نپرسید. پنداری همان چنان که بدسگال اغراق در شرح رنج دیگران را خوش می دارد، او نیز از سر مهربانی نمی خواست بپذیرد که مادرش سخت بیمار است. به ویژه دوچار بیماری که شاید به عقل آسیب بزند. مادرم می لرزید. رخسارش اشک نریخته می گریست. به دو رفت تا بگوید کسی دنبال پزشک برود. اما در پاسخ فرانسواز که پرسید پزشک برای کی نتوانست چیزی بگوید، صدا از گلویش بالا نیامد. با من دوان دوان پایین آمد. حقحق گریه ای را که به چهرهش چین می انداخت از آن پاک کرد. مادر بزرگ آن پایین روی کاناپه سرسرا منتظر نشسته بود. اما همین که صدای من را شنید کمر راست کرد. ایستاد. با حرکتی شادمانه برای مادرم دست تکان داد. شال توری سفیدی را تا نیمه گرد سرش پیچیده و گفته بودم برای این است که در راه پله سرما نخورد. نمیخواستم مادرم خیلی متوجه تغییر چهره و کج شدن دهانش بشود. اما پیشگیریم بیهوده بود. مادرم خود را به مادر بزرگ رساند. دستش را چنان که دست خدایش به دست گرفت و بوسید. او را بغل کرد و به سوی آسانسور برد. با احتیاطی بیپایان که در آن ترس از ناشیگری و آسیب زدن با این حس خاکساری آدمی آمیخته بود که خود را شایسته لمس آنچه برایش از هر چیزی ارزشمندتر است نداند. اما حتی یک بار هم سر بلند نکرد و نگاهی به صورت بیمار نینداخت. شاید تا مادرش از این اندیشه غمین نشود که دیدن چهرهش مایه نگرانی دخترش شده. شاید از بیم دردی بیش از حد سنگین که جرأت رویارویی با آن را نیافت. شاید از سر احترام، چون خود را به این بی‌حرمتی مجاز نمی‌دانست که شاهد نشانه‌هایی از کاهش خرد بر آن چهره مقدس باشد. شاید تا تصویر راستین مادرش را رخشنده از هوشمندی و نیکی بی هیچ خللی بعدها بهتر در خاطر نگه دارد. این گونه یکی در کنار دیگری بالا رفتند. مادر بزرگم پوشیده در شال سفیدش و مادرم روی از او برگردانده. در این حال یک نفر بود که چشم از آنچه می شد از خطوط دگرگون شده چهره مادر بزرگم حد زد و دخترش جرأت دیدنش را نداشت بر نمی گرفت. کسی که با نگاهی بهت زده بی ملاحظه و شوم بر آن چهره خیره شده بود. فرانسواز. نه که مادر بزرگم را صمیمانه دوست نداشته باشد. حتی از سردی رفتار مادرم جا خورده بود و کم و بیش آن را ناشایست می دانست. چون انتظار داشت او گریه کنان خود را به آغوش مادرش بیاندازد. اما این گرایش را داشت که همیشه بدترین هر چیزی را در نظر آورد و از دوران کودکی دو ویژگی را حفظ کرده بود که به ظاهر باید نافی یکدیگر باشند، اما اگر با هم گردایند همدیگر را تقویت می کنند. بی تربیتی آدم های عامی که نمی کوشند تأثیر یا حتی هراس دردآلود خود را از دیدن تغییری بدنی پنهان بدارند که ادب حکم می کند آن را بروی خود نیاورند و زمختی و بی احساسی دختری دوهاتی که بال سنجاقک ها را می کند و بعدها سر مرغ ها را از تن جدا خواهد کرد و بی بهره از حیایی است که نمی گذارد آدم نشان دهد که از دیدن رنج یک تن زنده خوشش می آید. مادر بزرگم پس از آن که به لطف فرانسواز و تیمار بی نقصش به بستر رفت،
حس کرد که بسیار راحت تر حرف می زند. پارگی یا گرفتگی رگی که از اورمی ناشی می شد بیشک بسیار کوچک بود. از این رو بران شد که به مادرم دلگرمی دهد و در رنجاورترین لحظه هایی که باید می گذرانید یاور او باشد. با دستی دست او را گرفت و دست دیگرش را جلوی دهان نگه داشت تا وانمود کند که اندک دشواری که هنوز در گفتن برخی واژه ها دارد از آن است و گفت: آه دخترم، اینطوری به فکر مادرتی؟ انگار که داری فکر میکنی رودل چیز ناخوشایندی نیست. آنگاه مادرم برای نخستین بار نگاهی پر از شور به چشمان مادر بزرگم انداخت، چون نمیخواست بقیه چهره او را ببیند، و گفت: به زودی حالتون خوب میشه مادر، اینو دخترت بهت قول میده. بدین گونه سلسله قولهای بیپایه ای را آغاز کرد که به آنها وفا نمیتوان کرد و همه محبت ژرف، همه این خواست و آرزو را که مادرش خوب شود در بوسه ای نهفت و این همه را به دست بوسه سپرد و با اندیشه و همه وجودش بوسه را تا روی لبانش همراهی کرد و رفت آن را خاکسارانه، پرستشگرانه بر پیشانی مقدس نشانید. مادر بزرگم از نوعی حالت تلمباری پتوها شکوه داشت که پی و پی در یک طرف تخت روی پای چپش جمع می شدند و او نمی توانست پایش را بلند کند، اما متوجه نبود که مشکل از خود اوست، تا جایی که هر روز به ناحق از فرانسواز خورده می گرفت که چرا رخت خواب او را خوب مرتب نمی کند. با حرکتی تشنجی موج کفوار آن پتوهای نازک پشمی را به کناری می زد که آنجا بر اثر امواج پی و پی چون شنهایی در خلیج گرد می آمدند. شنهایی که اگر سدی نباشد به زودی شنزاری ساحلی پدید می آورند. من و مادرم که فرانسواز با تیزبینی برخورندش دروغمان را پیشا پیش افشا کرده بود، نمی خواستیم حتی بگوییم که حال مادر بزرگ خیلی بد است. انگار که این گفته مایه شادمانی دشمنانی می شد که البته نداشت. انگار که مهربانانه تر می بود اگر می پنداشتیم او آنقدرها هم بیمار نیست. و این در نهایت از همان حس غریزی می آمد که مرا واداشته بود بپندارم که اگر آندره براستی آلبرتین را خیلی دوست می داشت، آن اندازه برایش دل نمی سوزانید. در بحران‌های سخت، پدیده‌های فردی در جمع انبوه تکثیر می شوند. در یک جنگ، کسی که کشورش را دوست ندارد، بعد آن را نمی گوید. اما آن را در جنگ بازنده می بیند. برایش دل می سوزاند. همه چیز به نظرش تیره و تار می آید. فرانسواز با توانایی چشم پوشی از خواب و آمادگی انجام سخت ترین کارها بی نهایت به ما خدمت می کرد. اگر پس از چندین شب بیداری می رفت تا بخوابد و ما ناگزیر پس از یک ربع ساعت او را از خواب بیدار می کردیم، خوشحال بود از اینکه سخت ترین کارها را به حالتی انجام دهد که انگار از هر چیزی ساده ترند و نه تنها چهره در هم نمی کشید، بلکه صورتش بیانگر رضایت و فروتنی بود. فقط در ساعت نیایش در کلیسا یا وقت صبحانه اگر مادر بزرگم حتی به حال احتضار می افتاد، فرانسواز به موقع ناپدید می شد تا مبادا دیرش شود. نمی خواست و نمی شد که پادوی جوانش کار او را انجام دهد. البته از کمره برداشت بسیار احترام‌آمیزی را درباره وظایف هر یک از خدمتکاران در قبال ما با خود همراه آورده بود. هیچ روا نمی داشت که یکی از اینان به ما بی احترامی کند. این برداشت او را مربی چنان نجیب، چنان آمر، چنان کارآمد کرده بود که هرگز در خانه ما خدمتکاری آنقدر فاسد ندیدیم که نظرش درباره زندگی آنقدر تغییر نیافته و پاک نشده باشد که دیگر یک پول سیاه هم انعام نگیرد و هر اندازه هم که تا آن زمان از کار گریزان بود به دو نیاید و کوچکترین بسته را هم از دست من نگیرد تا مبادا من خسته شوم. اما باز در کومبره فرانسواز دوچار این عادت شده و آن را به پاریس آورده بود که در کارش هرگز هیچ گونه کمکی را تحمل نکند. قبول کمک به نظرش پذیرش اهانتی سخت می آمد و پیش آمد که سلام صبحگاهی خدمتکارانی چندین هفته از سوی او بی جواب بماند یا حتی به مرخصی بروند و از او یک خداحافظ نشنوند و نفهمند چرا. در واقع تنها به این دلیل که خواسته بودند در روزی که حالش خوب نبود اندکی از کار او را انجام دهند. و در آن هنگام که مادر بزرگم سخت بیمار بود، فرانسواز بیش از هر زمانی کارش را از آن خودش می دانست. نمی خواست که در آن روزهای مهم و رسمی نقشی را که به نام او بود بازیگر دیگری غصب کند.
از این رو پادوی جوانش که او کنارش می زد از بیکاری نمی دانست چه کند و از آنجا که چون ویکتور فقط این بسش نبود که از میز کارم کاغذ بدزدد کتاب های شعرم را هم از کتابخانه ام بر می داشت. نیمی از روز را به خواندن آنها می گذرانید. از سر ستایش شاعرانی که آنها را سروده بودند. اما همچنین برای آنکه در نیمه دیگر روز نامه هایی را که برای دوستانش در ولایت می نوشت با ادبیات و کلمات و قصار بیاراید. بیشک قصدش این بود که نزد آنان جلوه فروشی کند. اما از آنجا که ذهن چندان نظم یافته ای نداشت به این باور رسیده بود که آن شعرهای کتابخانه مرا همه مردم می شناسند و نقل آنها نزد همه رواج دارد. آنچنان که در نامه هایش برای هم ولایتی ها که مطمئن بود از خواندن آنها حیرت می کنند شعرهای لامارتین را هم در لابلای گفته های خودش به همان حالتی می آورد که می گفت دنیا را چه دیده ای یا حتی سلام. به خاطر درد شدید برای مادر بزرگم مورفین تجویز شد. بدبختانه دردش را آرام می کرد اما میزان آلبومینش را بالا می برد. ضربه هایی که می خواستیم به بیماری بزنیم که در درون مادر بزرگم خانه کرده بود همواره به خطا می رفت. بر خود او بر تن بینوایش فرود می آمد و او دم نمی زد و تنها ناله‌ای می کرد. او را دچار دردهایی می کردیم که هیچ درمانی برایشان از دستمان بر نمی آمد. بر درد سختی که دلمان می‌خواست از میان برداریم تنها تلنگری می‌زدیم. کاری جز دامن زدن به آن نمی‌کردیم و شاید حتی زمان نابودی بیمار را پیشتر می‌آوردیم. روزی که آلبومین بیش از اندازه شد، کتار پس از اندکی دودلی مورفین را رد کرد. این آدم چنین بی‌مقدار معمولی در لحظات کوتاهی که در اندیشه می‌شد و در درون خود با خطرهای این یا آن شیوه درمان کشمکش داشت تا سرانجام یکی را برگزیند، دارای همان عظمت سرداری می شد که گرچه در زندگی عادی آدمی آمیز، در لحظه‌ای که سرنوشت میهن در میان است، با عزم خود همه را خیره می کند. لحظه‌ای که پس از آنی دودلی، خردمندانه ترین تصمیم نظامی را می گیرد و می گوید، رو به مشرق، به پیش. از دیدگاه پزشکی، گرچه چندان امیدی به پایان دادن به آن بحران اورمی نبود، نباید به کلیه بیمار فشار می آمد. اما از سوی دیگر در صورت قطع مورفین درد مادر بزرگم طاقت فرسا می شد. پی در پی حرکتی را از سر می گرفت که ناله اش را در می آورد. بخش عمده ای از درد عبارت از نوعی نیاز بدن به درک وضعیت تازه است که مایه نگرانی آن است و نیاز آن که حساسیت آدمی را با این وضعیت تناسب دهد. این منشأ درد را می توان در ناراحتی های بازشناخت که برای همه آدم‌ها یکسان نیستند. در اتاقی آکنده از دودی بدبو، دو مرد زمخت بی هیچ اعتنایی به کار خود ادامه می‌دهند. نفر سومی که بدن حساس‌تری دارد، دچار اختلالی فزاینده می‌شود. پره‌های بینیش پی در پی بی‌تابانه به کلنجار با بویی می‌پردازد که به ظاهر او باید بکوشد که حسش نکند. و هر بار سعی می‌کند با شناخت دقیق‌تر بو حس بویایی بحران زدهش را با آن سازگار کند. بیگمان به همین دلیل است که یک نگرانی شدید نمیگذارد از درد دندان شکوه کنیم. هنگامی که مادر بزرگم این چنین درد میکشید، عرق روی پیشانی کبودش میدوید. دسته های گیس سفیدش را به پیشانیش میچسبانید و اگر ما را در بیرون از اتاق میپنداشت، فریاد میزد وای چه دردی. اما اگر چشمش به مادرم می افتاد، همه توانش را بیدرنگ به کار می گرفت تا نشانه های درد را از چهرهش بزداید. یا برعکس، همان فریادها را می زد، اما آنها را با توضیحی همراه می کرد که به فریادهای پیشینش که مادرم شنیده بود، مفهوم دیگری می داد. وای دخترم، چه دردی که آدم تو این آفتابه به این قشنگی به جای گردش تو رخت خواب افتاده باشه. این ممانعت های شما منو دیوونه می کنه. اما نمی توانست ناله نگاه ها، عرق پیشانی، تکان های عصبی هرچند زود مهار شده ی اندام هایش را پنهان کند. دردی ندارم. نالم از اینه که جام ناراحته. حس می کنم موهام آشفته است. دلم درد می کنه. سرم به دیوار خورده. و مادرم کنار تخت میخکوب شده بران عذاب آنچنان که انگار با چشم دوختن بران پیشانی دردآلود بران تن رنجا کند، می توانست آن عذاب را سرانجام به چنگ آورد و بیرون بکشد، می گفت نه مادر جانم،
نمیذاریم اینطور درد بکشی. یه چیزی پیدا میکنیم. یه دقیقه تحمل داشته باش. میذاری بدون اون که تکون بخوری ببوسمت؟ و با پاهای تا شده نیمی زانو زده روی تخت خم میشد. انگار که آن همه خاکساری امیدوارترش میکرد که ایثار پر از شورش پذیرفته شود. همه زندگیش را در چهره نهاده بود و آن را به سوی مادر بزرگم خم میکرد. آنچنان که قربانی را در سینی متبرکی پیش ببرد، آراسته به کندکاری چینها و چالهایی چنان شوریده، چنان اندوهگین، چنان مهربانانه که ندانی به کدامین قلم کنده شده بود. قلم بوسه ای یا گریه ای یا لبخندی؟ مادر بزرگ هم میکوشید صورتش رو به سوی مادرم بگیرد و صورتش بیگمان چنان دگرگون شده بود که اگر توان بیرون رفتن از خانه می داشت، تنها از پر روی کلاهش شناخته می شد. خطوط صورتش که در یک جلسه قالب‌گیری بر اثر تقلایی که می کرد و توجهش را از هر چیز دیگری بر می گردانید، چنان بود که گفتی می خواهد ویژگی های چهره ای را به خود بگیرد که ما نمی شناختیم. این کار پیکر تراشانه رو به پایان می رفت و سیمای مادر بزرگم نه تنها کوچکتر و لاغرتر که سخت هم شده بود. رگه هایی که بران دویده بود نه از مرمر که از سنگ زبرتری به نظر می آمد. هیکلش که دشواری تنفس آن را همواره به جلو خم می کرد و بر اثر خستگی تا می شد زمخت و بدتراش، مچاله و وحشتناک، گویا به پیکره خشن و بنفشگون، رو به سرخی و سرگشته نگهبان بومی گوری در مجسمه بدوی شاید پیش از تاریخی می مانست. اما کار پیکره به انجام نرسیده بود. سپس باید خرد و شکسته می شد و آنگاه در آن گور که آن همه به عذاب با آن تکان و تشنج رنجناک از آن پاس داشته می شد جا می گرفت.